درود بر شما شب روزتون بخیر هر جا هستید تندرست باشید به بهانه سالگرد هولوکاست که رسانه های اسرائیلی تبلیغ میکنن تا این روزی گرامی بدارن و شبکه های آلمان هم داره در مورد تاریخچه هولوکاست برنامه پخش میکنه و یادم یاد من پیج قبلی اینستاگرامم که 2000 خورده فالوور داشت رفتم دیگه از سایت های آلمانی کامنت گذاشتم در مورد هولوکاست و چند دقیقه نشد که دیدم که پیجا بسته شد و نشون میده که چقدر حساس هستن اگر کسی هولوکاست رو زیر سوال ببره تعمل نمیکنن ولی چیزای دیگه شما مجازی ولی از خط قرمز این جماعت نباید بگذری علت این که چرا اینجور حالا میخوام ببینم که در اروپا به یودی ها حساس شدن به سهیونیست حساسیت وجود داشت البته هیتلر رو باید پدر سهیونیست شناسی جهان بشناخت اولین کسی بود که لابی سهیونیست در دولت ها رو در رسانه ها رو در دولت آمریکا رو تشخیص داد حتی یه بخش از گشتاپو اصلا مربوط به فراموسنری بود شناسایی فراماسونری بود البته فراماسونرها در دولت آلمان دولت نازی نفوذ زیاد داشتن و همون خیانت زیاد کردند و خیلی اطلاعات و آمار میدادن به کشورهای متفقین و ضربه زیاد زدن چون که کشور اروپایی 300 400 سال دولتاشون فراموسنری کامل کنترل میشه دولت نازی آلمان هم پر از فراماسونر لیبرال و جاسوس بود و همینطور در مورد شناسی هم خیلی کار کرد تو کتاب نورد منش کامل این جریان رو خیلی جالب توضیح داد و سهیونیسم با یهود من میخوام یه فرقی قائل بشم ما به یهودی ها قصد توهین نداریم یهود ما سهیونیسم به دین تعلق نداره یه تفکر طبق مدار هست یعنی هرم طبقه اشرافیت در دنیا هستی دستن که همیشه میگه ما با طبقه اشراف باشیم ثروت های جهان دست ما باشه و دنیا مال ماست بقیه باید برده باشن این تفکر صهیونیسمه هر کسی پول داره به این تفکر میرسه خود حالا یهودی چون بیشتر پول دارن هوش مالیشون زیاد هست ما سهیونیس رو در یهودیت قوی تر میبینیم ولی شیعه های از یهود صهیونیسم بدترم الان نگاه کنید سهیونیست های ایران بسیار بدتر از سیونیست های یهودی هستن سیونیست های یهودی 3 درصد وام میگیرن واماشون سود داره سیونیست های ایران شیعه هم هستن سودشون 20 تا 30 درصد هست بسیار بیره هم هستن شیعه های سهیونیست مثل آقای داردست رفسنجانی مثل جهانگیری مثل آقای محمد شرق نداری که وزیر صنعت بود الان وزیر کار شده مثل وزرای چند هزار میلیاردی نمزداده آخوندی اینا همش شیعه های سهیونیستن اینا طبقه اشراف حاکمیتی هستن یعنی در مقابل اینا به سهیونیست ها و درود فرسته پس ما خدای نکرده توهین به یهود نمیکنیم این سهیونیست یک تفکری است در شیعه هست در زرتشت هم حتی هست دور ساسانیان تقریبا یک نوع زرتشتیت سهیونیستی بوده که طرفدار طبقه اشراف بودن مخصوصا دوره با همین قیاب مزدک شروع شد بر ضد طبقه و دنبال برابری بودم ما مسیحیت صهیونیستی داریم که الان بسیار در دنیا هم دار دسته ترامپ هستن اونجلیکا هستن در آمریکا پنجاه میلیون هستن و خیلی تاثیر دارن تو انتخاب ریاست ها پس این سهیونیست فقط مال یهود نیست مال کل دنیاست مال تم... تم... بعدیان میتونه تعلق داشته باشه و سکولارها و بیدینها میتونه تعلق داشته باشه حالا یهودی ها چون سابقه تاریخیشون از این جهت که همیشه تحت فشار حکومت ها بودن یه جوری مظلوم هم هستن یعنی که همیشه تو نیست که ظالم باشن در مظلوم هم زیاد واقع شدن در طول تاریخ و ترسیدن این ترسی که همیشه مورد تغییر نژادی و تغییر دینی بودش باعث شد که محافظه کار شدن بر کنترل در آوردن منابع پول و ثروت در دنیا و رانت های قدرت و سیاست و نفوذ خیلی حساس شدن که دوباره اون ظلم که به اینا رفته بر اینا دوباره بر نگرده در واقع مظلومینی بودن که در اثر ظلم خودشون ظالم شدن ریشش هم میتونم بگیم اصارت گرفتن اونها در توسط فرعون در مصر بوده و اونجا ای شدن اصلا این سهیونیسم رو شما پان یهود بدونید اصلا پان ها مثلا پان کرد پان ترگ یا پان فلان همه چیز اینا در اثر تغییر نژادی تبدیل میشن به عقده به نام پان و در واقع هویتشون پایمال میشه دائم تغییر میشه کسی یه جامعه یا کلونی اینطوری میشه و سهیونیسم همینه بخاطر همین در کتاب تلمود آمده که یهود برترین نژاد دنیا است و ملت های دیگه همه حیوان هستن چه این چیزی اشاره شده در تلمود و این اخدای زیاد سرکوب و حقارت و تغییر که ریشه در مصر هم داشته و بعدها هم توسط رومی ها و اقوام دیگه یا ادیان دیگه به اونا می شده اینا کم کم بی اغده شد در اونها و تبدیل شد به سهیونیسم و اونا در واقع خواستن که با, با کنترل در است سرمایه در دنیا سیاست رو و ارتش رو قدرت های نظامی رو هم کنترل داشته باشن که در واقع یه جوری سپر واسه خودشون درست کردن با این حال صبرشون هم زیاده چون خیلی تحقیر میشن خیلی مسخره میشن خیلی توهین هم میشه ولی در این حال که میشه گفت واقعا باهوش هستن خیلی از دانشمندان بزرگ دنیا یهودی بودن در این حال که خسارت بسیار زیادی واسه بس دنیا داشتن در این حال فایده زیادی هم داشتند و خیلی از این قوانین سوشیال و قوانین مربوط به رفای انسانی هست یا پیشرفت پزشکی هست یا حتی پیشرفت رسانه همین که من دارم با شما صحبت میکنم تو رسانه های اجتماعی این هم از ایده های اوناست دیگه ایده یهوده البته این دلیل نباید بشه که یکی این حرف رو داره میزنن پررو بشن آدم نباید در واقع خودش رو نجات برتر بدونه و استثمار کنه بقیه ملت ها رو نجات برتر کسی است که به برابری و برادری ملت ها اعتقاد داشته باشه و خودشو برتر از هیچ ملت و دیگه ای نداره. این ترسی که در این گروه یهودی ها بوده در اثر این دولت های مختلف باعث شده که اینا محافظ کار شدن و رسانه ها رو منابع ثروت رو در اروپا کنترل کنن به خاطر همین این هر سال سالگرد هولوکاست که میشه سخنرانی گوبلو جوزف گوبلو نشون میداد که وزیر پروپاگاندای هیتلر بود در سخرانی معروف یهودی ها رو به موشت تعبیر کرده و همه رسانه ها رو میگه گرفتن در اروپا و ما کاری کردیم که رسانه ها دیگه هیچ رسانه ای دست یهودی ها نباشه خب اونها یه اشتباهی میکردن نازی ها یودن میگفتن یودن یعنی جهود یا یه یهود بعد کلمه صهیونیسم و از یهود جدا میکردن اینا چه باعث سوء استفاده سهیونیست شد برای ضربه زدن و اعتلاف جهانی بر خودشون این توهین نژادی و دینی شده به همین دلیل نباید واقعا یهودی ها رو آزار و اذیت میکردن یه جوره گرفتار فاشیسم هم شد نازی در این حال اینکه متاسفانه آگاهی هم داشته این فاشیست در نازی هم ناشی از عقده و حقارت بوده یعنی عقده و حقارت در جنگ جهانی اول که یک سوم خاک آلمان رو در واقع ازش جدا کردم و انگل... آلمان وقتی حمله کرد به لهستان به خاکهای از رفته خودش حمله کرد و بیشتر از اون جلو نرفت و اون در, واقع نصف لهستان اشغال کرد که میگفت مال منه بقیه روسا آمدن گرفتن علت اینکه نازیا اینجور یکم به فاشیس متمایل شدن بخاطر این بود که عقده داشتن از شکست در جنگ جهانی اول و کمونیست هم خیلی قوی شده بودن در اروپا و در آلمان و آلمانیا و نازی معتقد بودن که کمونیست هم حتی یهوده و یه جورای درسته این اندیشه های, آلمانی خیلیشون مثلا یهود بودن کمونیست ها سکولار البته نه که واقعا دنبال براندازی دین بودن اینا فکرشون ذهنشون پویاست و مثلا خواستن که یک بشریت و یه تحولی توش ایجاد بکنن این باعث شد که آلمان ها نازی ها شکست های خودشون رو در جنگ جهانی اول فکر کنن که مثلا به خاطر خیانت های یهودی ها بوده سرمایدار ها بوده سرمایدار های یهود بوده و رسان های یهود بوده یا این کومونیست های یهود بوده به همین علت کم کم اینا بدبین شدن و سابقه تاریخی دینی هم داشته در کلگه مسیحیت یهودیا رو قاتل مسیح میدونستن و سابقه دینی هم داشته و در کل این چند تاریخ هزار و اندی, دو هزار و اندی ساله اروپا به یهودی ها انصافا ظلم می تو اروپا و واقعا اذیت میشدن شدن فهاشی می شدن تحقیر می شدن و اینا باعث شده که در اروپا هم اینا محافظه کار بشن دیگه مخصوص در اروپا شرقی که خیلی اذیتشون میکردن و اینها باعث شد جنگ جهانی دوم باعث شد که چه بسته این آزار و که یهودی ها می شدن در آلمان و اروپا در واقع هدایت شده بوده توسط خود برخی از این جریان سهیونستی تا بیرون کنن یهودی ها رو که برن به سمت اسرائیل البته خیلی هاشون دوست داشتن برن آمریکا و رفتن آمریکا ولی بخشی هم که فقیر بیچاره تر بودن اون فقیر ضعیف زعف رو فرستادن اسرائیل اسرائیل 1948 تشکیل شد ولی اینا از 1940 دیگه به مدت یک دهه مهاجرت کردن به فلسطین که اول اونجا ملت تشکیل بشه بعد اسرائیل تشکیل بشه و ما اسناد فراوانی داریم از ترور یهودیا در عراق در ایران که بترسونن جامعه یهودی رو و همه به سمت اسرائیل برن و اینو از حماقت نازی استفاده کردن برای فراری دادن و ترسوندن خیلی از این آزار و اذیت ها ها بخاطر همون در تشکیل کشور دولت یهود بود و نازی ها انصافا دنبال کشتار جمعی نبودن فقط میخواستن تبعید کنن اصلا برنامه ای در دولت نازی و گشتاپو برای کشتار یهود تدوین نشده بود چنین چیزی نبود هیچ کدوم از اونها تو دادگاه دورنبرگ نه اعتراف کردن نه حتی... حتی اولین بار شنیده بودن مثلا جولیوس اشترایشا که روزنامه نگاری بود که به جرم فقط هواداری از هیتلر اونو اعدامش کردند. هیچ کدوم از اینا اصلا چین برنامه رو نمیدونستن که چنین برنامه تدوین کشتن یا نسکشی هست و در واقع اخراج یهودیان بود که بخش آمریکا یا اسرائیل رفتن و این تهمتی که به دولت نازی میزنن نسکشی دروغه و من فکر نمی کنم واقعا اگر جمع و تفریق بکنیم تازه 500 هزار تا یهودی کم هم میاد یعنی که فکر نمی کنم کشتاری به آمدانه ای انجام شده باشه از یهود و این عدد کاملا اقراق از زیر سه تا دویست تا اون هم چیه همزم مثل بقیه مردم تو جنگ در سر بمبا کشته می شدن بمب که از آسمان میاد که یهود و مسیح و غیره نمیشناسه. شنسته که هم اینجوری کشته شدن تو جنگ مخصوصا سال آخر جنگ قحطی آمد خیلی از اکس هایی که شما می بینید تو اردوگاه ها اینا در سر قحطی و گرسنگی بوده و جنگ همیشه قحطی میاره و اینطوری است که ما متاسفانه دنیا یه جورایی گرفتار ناشی از اقدعای چند هزار ساله تاریخی قوم یهود است که این اقدعا منجر به تولید باز تولید صهیونیسم شده و در واقع هم یهود الان مبتلا و گرفتار صهیونیسم همه ادیان دیگه و گفتم که صهیونیستهای شیعه از صهیونیستهای یهود بدترند بیرمترن نسبت مردم خودشون تو ایران نگاه کنید اصلا مثل یک شکمشون سیر ناپذیره ولع دارن به هیچ وجه این همه غارت و چپاول میکنن دلشون مثل مردم نمیسوزه ما سهیونیست رو طبقه اشراف میدونیم یعنی در واقع طبقه مدارها میدونیم که همیشه میخوان حرم های بالایی جامعه دستشون باشه ثروت و سیاست و ملت برده باشن در خدمت اینها باشن این مختصری بود من از هولوکاست به خاطرش سالگرد شب هولوکاست با شما در میان گذاشتم و بدرود